ماجرای حمایت جنجالی مداح معروف حمید رضا علیمی از اعتراضات سراسری مردم و برخوردی که از طرف ماموران امنیتی با این مداح شده و حتی روزه و مجلس عزاداریش رو به مناسبت ایام فاطمیه به صورت کامل تعطیل کردن. همینطور واکنش جنجالی حسن آقامیری و حمایتی که از این مداح انجام داده. با ما تو این ویدیو همراه باشید. استوری‌های جنجالی این مداح معروف رو می‌بینیم. راجع به واکنش حسن آقامیری و صحبتایی هم که انجام داده یه مروری می‌کنیم و صحبت می‌کنیم راجعش. تا پایان با ما باشید. سلام رفقا، به کانال حاشیه تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه و اوضاع به کامتون باشه. حمید رضا علیمی مداح و روزه‌خون معروف و پرطرفدار و قدیمی صحبت‌های تندی رو توی روزهای اخیر خطاب به مسئولین انجام داد. اون توی چند تا توییت و استوری به حمایت از اعتراضات پرداخت و خطاب به مسئولین گفت: آقایان مسئولین، این مردم لایق بهترین ها هستن. این خون‌های به ناحق ریخته گردن کسانی است که اعتراض رو تبدیل به اغتشاش کردن. دین ما با دین شما خیلی فرق داره. دین ما میگه نامردی، بیشرفی، بیوجودی اگه ببینی دست رو زن یا دختری بلند بشه و تو بیتفاوت باشی. حمیدرضا علیمی توی یه سری توییت دیگه هم گفت: من آشوبگر نیستم، من اغتشاشگر نیستم، من غربگرا نیستم، من مثل خیلی ها فقط معترض هستم. من به نابرابری، به بی‌عدالتی، به تناقض، به بی‌مسئولیتی، به فساد، آن هم به اسم دین معترض هستم. کجا باید اعتراض کرد؟ بلدید بجز فحش و تهمت جواب بدید. هرچی دلتون میخواد فحش بدید. هرچی دلتون میخواد تهمت بزنید. هرچی دلتون میخواد فرافکنی کنید. هرچی دلتون میخواد بگید. اما کسی که فرق معترض رو با اغتشاشگر نمیدونه، یا خوابه یا منافعش در خطره. من معترض هستم، اغتشاشگر نیستم. بعد از این صحبت‌های تند حمیدرضا علیمی، مثل اینکه از بالا دستور اومده بود که هیئت عزاداری و روزه‌خونی که به مناسبت ایام فاطمیه داشته به صورت کامل تعطیل بشه. و تا اطلاع ثانوی هم حمیدرضا علیمی اجازه اجرا و مداحی و روزه‌خونی توی هیچ هیئت یا مراسمی رو نداشته باشه. که در واکنش به این اتفاق حمیدرضا علیمی یه استوری منتشر کرد و گفت: سلام خدمت همه عزیزان. عصر شهادت حضرت زهرا سلام الله در تماس تلفنی با مسئولان حسینیه اعلام شد روزه به دلیل مشکل امنیتی کنسل است. در تماس با چند مسئول دلسوز پیگیر شدم. نتیجه این شد که فرمودن امشب مراسم برگزار بشه ولی دیگه اصفهان نمیشه روزه داشته باشی. در تماس با پلیس امنیت اصفهان و سازمان تبلیغات اسلامی اصفهان اطلاع دادن که به دستور اداره اطلاعات اصفهان اجازه روزه گرفتن در اصفهان رو ندارن. اخیراً هم در شهر مقدس قم به دستور اداره اطلاعات قم دو جلسه کنسل شد. دلیلش هم ظاهراً به خاطر توییت های این مدت هستش. برای همه مردم وطنم در این روزها از درگاه الهی دلی آرام و روزگاری بی دغدغه رو آرزومندم. یا علی مدد. حسن آقامیری هم نسبت به توبیخ این مدعا و کنسل کردن هیئت و روزش واکنش نشون داد و گفت: من این چیزا رو خوب میدونم. میگم اونهایی که مدام توجیه میکردن بفهمن. مگه نمیگفتید مدعا باید سیاسی باشه؟ پس چرا با ایشون برخورد کردید؟ حالا چیزی هم که نگفته، 4 تا تذکر داده. میدونید وقتی میگید فلانی باید سیاسی باشه یعنی چی؟ یعنی باید از سیاست‌های ما تمجید بکنه. باید سرسپرده ما باشه. و الا اگه خودش تفکر سیاسی داشته باشه، مجالسش رو تعطیل میکنه. خب دوستان، این بودش ماجرای توبیخ این مداح معروف و صحبت‌هایی که انجام داد و استوری و توییت‌هایی که منتشر کرده بود و همینطور صحبت‌های حسن آقامیری. نظرتون راجع به این اتفاقی که افتاده و صحبت‌هایی که حسن آقامیری انجام داده چی؟ حتما نظرتون رو برام تو بخش کامنت‌ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.